ریکاوری تیم وورتسبورگ روز بعد از مسابقه. در جنوب آلمان چند هفته‌ای می‌شود که دیرک باومان سرمربیگری این تیم بوندسلیگا را به عهده گرفته است. بعد از چند سال بازگشت به لیگ بسکتبال کشورش برای دیرک باومان که قبلاً 9 بار قهرمان این تورنمنت شده، شروع خوبی نداشت و او در دومین تجربه با تیم جدیدش مقابل بایرن مونیخ باخت. در حاشیه این مسابقه فرصتی پیش آمد تا از او در مورد دلایل ترک تیم ملی ایران سوال کند. دلیلش این بود که عصر 29 دسامبر تیم وورتسبورگ به من پیشنهاد کرد که مربی این تیم بشم. و من یک دختر 3 ساله دارم که برایش خیلی سخت شده بود که پدرش اینقدر دور بود و او را نمی دید. و واقعا خیلی تصمیم سختی برام بود. ولی به خاطر خانواده و مخصوصا دخترم این تصمیم رو گرفتم. بذارید در مورد قرارداد شما صحبت کنیم. در رسانه‌ها گفته میشه که هر 3 ماه یک بار تمدید می شده. فدراسیون ایران اما میگه قرارداد 4 ساله بوده. کدوم درسته؟ نه، در قرارداد خیلی واضح تنظیم شده بود که من به عنوان مربی هر وقت که بخواهم میتونم قرارداد رو فسخ کنم. تصمیم سختی برام بود ایران رو ترک کنم، ولی از نظر حقوقی بی نقص بود. ولی پس چرا ایران شکایت کرده؟ در این مورد من چیزی نمیدونم. اگر شکایت کردن، باید صبر کنیم و بعد عکس العمل نشون بدیم. نوامبر 2015 بود که دیرک باومان با ایران قرارداد امضا کرد. تنها هدفش رساندن تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک ریو بود. اما پس از راه نیافتن به این تورنمنت و رسیدن به مقام 3 در قهرمانی آسیا، ظاهراً علاقه اش برای ادامه در تیم ملی کم شد. Erstmal will ich sagen, dass mir die Arbeit in Iran sehr viel Spaß gemacht hat. اول باید بگم که کار کردن در ایران برایم خیلی جذاب بود. کار کردن با کسانی مثل رئیس فدراسیون یا دستیارم آقای شاهین تپ که بیشتر رفیقم بود. خیلی صمیمی بود. برای همین تعجب کردم وقتی خبر شکایت از طرف ایران رو شنیدم. تصمیم خیلی سختی بود. ولی هر کسی که بچه داره درک میکنه که وقتی بعد از 1.5 سال بچه‌ت هنگام تلفن یا اسکایپ گریه میکنه دیگه نمیشه. و وقتی این پیشنهاد در آلمان به من شد، من قبول کردم. برگردیم سر بسکتبال ایران. چینی ها الان به شدت در حال سرمایه گذاری روی بازیکن ها هستند. آینده بسکتبال ایران در آسیا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فدراسیون ایران باید خیلی تلاش کنه. همانطور که شما درست گفتید، چین خیلی داره سرمایه گذاری میکنه. فیلیپین کشوریه که دیوانه بسکتباله و آمریکایی های خوبی اونجا بازی میکنن. ژاپنی ها دارن خودشون رو برای المپیک 2020 در کشورشون آماده میکنن و مربی جدیدی دارن. برای همین خیلی سخته برای بسکتبال ایران که اون عصر طلایی بسکتبال ایران رو که با مهدی کامرانی، صمد بهرامی و مسلماً حامد حدادی شروع شده بود رو ادامه دهن. امیدوارم بتونن، ولی سخت می شود. دیرک باومان پر افتخارترین مربی بسکتبال آلمان است. او 9 بار با تیم‌های مختلف قهرمان آلمان شده است و با تیم ملی آلمان هم در سال 2005 نایب قهرمان اروپا شد. بعد از سرمربیگری تیم ملی ایران، آقای دیرک باومان تمرکز کارش رو روی تیم وورتسبورگ گذاشته که از پایین جدول تیم رو بکشونه بالا. اینکه آیا او بعدها قصد داره که یک تیم ملی رو دوباره مربیگریش رو به عهده بگیره، بحثی است جداگانه که نمیخواست در موردش صحبت کنه. هستا نباشی، هدافز. بامدر اسماعیلی، وورتسبورگ.